افزایش رویدادهای ضد امنیتی در ولایت بلخ و هشدار وزیر خارجه پاکستان از گسترش تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان. ولایت بلخ در شمال افغانستان در روزهای گذشته گواه دو رویداد ضد امنیتی بوده. در انفجار انتحاری نخست که در دفتر والی ولایت بلخ به وقوع پیوست، به شمول دو تن دیگر مولوی محمد داوود مزمل والی آن ولایت جان باخت. در انفجار دومی که روز گذشته در مرکز فرهنگی تبیان به وقوع پیوست، در آن یک تن جان باخته و 8 تن دیگر به شمول 5 خبرنگار زخم برداشتند. پس از این انفجارها بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان هشدار داده است که اگر به تهدیدهایی که منشأ آن افغانستان است رسیدگی صورت نگیرد، این تهدیدها ممکن به سایر کشورها گسترش یابد. او در حالی که میگوید پاکستان یک افغانستان صلح آمیز را به سود خود میداند، تاکید میکند که امارت اسلامی باید به تعهدات خود به جامعه جهانی و مردم افغانستان عمل کند و در برابر گروه های هراس افغان اقدام کند. در کنار این، گروه ناظر شورای امنیت سازمان ملل گفته است که آزادی گروه های تروریستی خارجی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بیشتر شده است. در این برنامه روی این بحث میکنیم که چرا رویدادهای ضد امنیتی در شمال افغانستان در ولایت بلخ افزایش یافته، در عقب دو رویداد پسین این ولایت چه کسانی دست دارند و صحبت‌های وزیر خارجه پاکستان پس از دو رویداد پسین در شمال کشور چه پیامی به امارت اسلامی دارد. من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقایان محمد رادمنش، آگاه امور نظامی، از طریق خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند. ذکرالله هاشمی، آگاه مسائل سیاسی، و امید صافی، رئیس روند پیشرفت ملی افغانستان، اینجا در استودیو با من حضور دارند. بسیار خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای رادمنش، آغاز بحث را با شما میکنم. واکنش شما در برابر دو رویداد پسینی که در ولایت بلخ با وقوع پیوسته چی است؟ به نام خدا، سلام بر شما، سلام بر هاشمی صاحب و صافی صاحب. یقینا که ما با اساس تجاربی که داریم، پاکستان امو یک مقوله دهاتی ما و شماست که غربال آرد خود بخته و غربال سر مخ آویزان کرده. تمامی رویدادهایی که در افغانستان میاد توسط کسایی هست که در پاکستان تعلیم و تربیه شدن و فعلا در افغانستان برای امنیت افغانستان مخلن. نه تنها والی مزار و نه تنها مرکز تبیان، دیروز در هلمند هم 10 سرباز امارت اسلامی توسط زهر از بین برده شده و سلاحهایشان به غنیمت گرفته شده. و به همین شکل در داخل خود طالبان هم کسایی هستند که نمیخواهند امارت اسلامی بتوانه قد راست کنه. اینها به نام ستون پنجمی در داخل طالبان هستند و طالبان هم نتوانستن اینها را تفکیک بکنن و اینها را طور هدایت و طور اینها را به دادگاه بکشانن که به دگه ها هم این درس عبرت باشه. من متقین هستم تا ای که ما دارای حکومت همشمول نباشیم، نادهای دفاعی و امنیتی مستقل ملی نداشته باشیم، ما این مشکلات را با کرات تجربه خواهیم کرد. شما ببینین او 8 نفر که چند روز پیش در مزار شریف به نام داعش کشته شدن، اونها گفته میشه که افراد نظامی و ملکی بودن. در هرات به همان شکل و در اکثر مناطق بدون تفکیک دوست و دشمن، فقط مکافات و مجازات بدون آن که تشخیص شوه، تحقیق شوه، ادامه داره. به این اساس ما با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد. باید در افغانستان ما بتوانیم آنچه که لازم است انجام بدیم تا امنیت عامتام به وجود بیاید. بله، مثلا چی شود؟ آقای رادمنش، خب شما امنیت را میدانین یکی از شعارهای است که امارت اسلامی سر میته و یکی از دستاوردهای خود او را میدانه، امنیتی که در افغانستان حاکم است، ولی
چه چیزها باعث شده که شما به این نتیجه برسید که در روزهای آینده یا در آینده های نزدیک وضعیت امنیتی بدتر از حال خواهد شد؟ خب ببینین، باید ما حقایق را بگوییم. سخنگوی های امارات اسلامی راست باید بگویند. حکومت طالبان باید با استدلال قوی آنچه که در افغانستان میگذره از پیش روی خود بگذرانه و به مردم و کسایی که اونها را حمایت میکنند بگویه که نمیگن آنچه که در افغانستان به وجود آمده یقینا که داعش، القاعده و گروه های دیگه تروریستی انجام وظیفه میکنند. اما گفته میشه که هیچ گپی نیست، داعش بوده ولی حالا نیست. اما این میتوانه که دردسر بزرگ برای افغانستان در آینده به وجود بیاره و این دردسرها باعث این میشه که ما به جامعه بین المللی به کشورهای همسایه نتوانیم آنچه که به حیث یک همسایه خوب است جوابات مثبت ارائه بکنیم. تشکر، ما برمیگردم به شما. آقای هاشمی، دید شما چی است؟ فکر میکنین چرا رویدادهای امنیتی در ولایت بلخ بیشتر شده، مخصوصا دو رویداد پسین و رویداد نخست که بسیار به شکل پیچیدهش صورت میگیره؟ در داخل مقام ولایت بلخ والی بلخ ترور میشه. الحمد لله وحده و صلات و سلام علی من لا نبی بعده. برادر محترم، برای شما، برای مهمانانتان و بینندگانتان سلام های خود را تقدیم می دارم. تشکر. ما وقتی که یک تحلیل می کنیم باید واقع بینانه تحلیل کنیم. نظر به کردگار دولت ها که دولت ها ایچی دارن، دو مسائل امنیتی وجود داره، یکی طبیعی است یکی غیر طبیعی است. طبیعی به صورت عموم در هر کشور دنیا رخ میده. مثلا حال در امریکا است، اگه آمارها رو وردارین، حد اقل در ماه 3 دفعه 4 دفعه سر مکاتب، سر مثلا چرچه ها، سر مثلا اماکن عامه مردم 3-4 دفعه حتی در مکاتب حمله میشه. ای که حال ما چرا این عمل بیامنیتی رو وجود در امریکا به نام تروریستی نمیدانیم؟ و ایجا یک عمل فردی، یک عملی که او به شکل تروریستی میباشه، یک تروریستی میدانیم، یه هم از پس منظر غربی است. غربی هر اون کار که پشتش یا مسلمان ها دشت داشته باشه یا ما نامش مسلمان باشه، اگر حق باشه اگر ناحق باشه تروریست است. مثلا در فلسطین مسلمان جنگ میکنه این تروریست است، اگر در افغانستان 20 سال علیه اشغال جنگ میکرد این تروریست است، اما در امریکا اگر یک مسلمان یک عمل را یک سلام عمل وجود میده او تروریست است، اما اگر مسیحی، یهودی یا کس دیگه کس میکنه او به شکل تروریستی اجرا نمیشه. پس عمل بی امنیتی دو گونه داره، یکی طبیعی است که در کل کشورها رخ میده، این طبیعی است، دزدی میشه، قتل میشه، مثال یک عمل تروریستی به وقوع میپیوسته. مثلا ولی یک ماه پیش ما شاهد بودیم در پشاور و مسجد پلیس به چی رقم از بین بردن. یعنی حال این است که پاکستان 70 سال میشه که دولت است، با او پیچیدگی، با او رقمی که حتی مردم خودشان قبول نداشت که این میگه خود حکومت کرده، مثال میگم برد. همچنان همینطور اعمال در دیگه کشورها میشه، مثلا در سعودی شده، مثال گفت در عراق و در یمن و نمیفهم حتی در فرانسه و در این جایا شده. یعنی این یک طبیعی کارها است. آمد موجود داعش در این شک نیست که در سابق حکومت سابق امریکا و ناتو داعش را اینجا پرورش میداد، داعش را اینجا بودیجه میداد، داعش را اینجا ترینینگ میداد، به شکل گروپی اونا را نگهداری میکرد، به شکل گروپی از اونا حمایت میکرد. آل داعش به شکل گروپی وجود نداره در افغانستان، اما افرادش هست، در هیچ شک نیست، از خاطر که سر نسل جوان افغانستان این مردم تاثیرگذار بودن، اینا کار کردن و حتی الان وقتی که کارا میشه مثلا در مرز تاجیکستان و دیگه جای میشه، تاجیکستان مسلمان ها را زیر زیاد فشار گرفته، در اینجا داعش رعایت میکنه. آزادی دیانت ندارن، آزادی عبادت ندارن، آزادی حج ندارن، آزادی نماز ندارن. پس اون مردم از که از اون طرف میگرزن یک به شکل فردی طرف اون طرف عمل میکنن. دیگه آمدیم که یکی موضوع طبیعی است یکی غیر طبیعی. روی این موضوعات این روی دادها طبیعی است یا غیر طبیعی؟ نه طبیعی است. ما در چوکات طبیعی از این خاطر میگیرم که وقتی که اینجا 20 سال اشغال وجود داشت، 20 سال اشغال اینجا بر داعش، بر مثلا بر دیگه به اصطلاح گروه های تروریستی که اونا 21 گروه میخواستن برای زونا، مثلا اونا را فند میدادن، اونا را ترینینگ میدادن، برای زونا کمپاین میکردن، اونا را از مثلا از امارت اسلامی افغانستان حفاظت میکردن، با طیارهای خود به کابل می آوردن. خب این اشخاص در کل افغانستان بود، نه تنها مرکزش کابل بود یا مرکزش هرات بود یا مرکزش
جلال آباد بود. طبیعی چیز دیگه هم بوده میتونه که ما داریم و تعریف را، حالا ای که مثلا یک حمله کننده انتحاری به او راحتی میره به دفتر والی بلخ خودش منفجر میسازه، یک چیز دیگه است، طبیعی شده میتونه. نه خود طبیعی نمیره، طبیعی میگه وقتی که امنیت به این شکل میباشه که مردم حتی به افراد مثلا وابسته حکومت شک نمیکنه، میشه در شکل افراد حکومت سرایت کنه در یک جای. مثلا این کار در فرانسه هم شده، یعنی یک چیز طبیعی او را میگه که در حدود کنترل باشه، این را طبیعی میگه، این تعریفش است. یکی ای طور است که مثال گپ یک حمله ایجا میشه، باز یک حمله اوجا مثلا شارنو میشه، باز دیگه حمله مثلا در گردیز میشه، یکی دیگه در خوست میشه، یکی دیگه در فلانی جای میشه، همزمان اینا وجودشان باز گروه از او تبنی میکنه، یک گروه میگه کی کار ما کردیم، اونا غیر طبیعی است. اما این عمل افراد است، این شک نیست، و گروهی وجود داعش در افغانستان وجود امکان نداره، از خاطر که اینجا مردم افغانستان اکثریتشان اهل تسنن هستند و اهل تشیع هستند. گروه هایی که اینا را زرق میکنه یا اینا را مثال گپ نفر برشان جلب میکنه و در افغانستان وجود نداره. در مورد داعش بیشتر حتما با شما صحبت میکنیم هاشمی صاحب، ولی صافی صاحب تاسو برداشت لری در وضعیت نسی حاکم در افغانستان باندې در دوه وروستی بریدونه هاشمی صاحب، وای دا طبیعی پیښی دی کیږي په ټوله نړۍ کې، فرانسه کې هم سوي، امریکا کې هم کیږي او په نور نړۍ کې هم سوي او کیږي، ولې فکر کوئ د دغو پیښو تر شا د چا لاس ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، په سر کې تاسو ته او درنو میلمنو ته او نور تلویزیون لیدونکو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. سلامت شئ. تاسو وګورئ رازق یار صاحب، دا طبیعي پیښې یوازې په افغانستان کې کیږي که په نوره دنیا کې هم کیږي؟ دا څلور لسیزې ګوره ټوله دنیا کې ګوره، هاشمي صاحب ورته زنو ته اشاره وکړله، پاکستان کې کیدای شي زیاته شوي، په نورو هیوادونو کې په 15 کلونو کې، شپږ کلونو کې یا دوه کلونو کې یو پیښه رامنځته کیږي. افغانستان څلور لسیزې د طبیعي پیښو سره دوچار دی. څلور لسیزې مسلمان وژنه په دې ملک کې کیږي، څلور لسیزې افغان وژنه په دې ملک کې کیږي، څلور لسیزه د اسلام و د دین په نامه باندې خل وجل کیږي. ګورئ باید نن هغه حقایقو ته اشاره وکړو. ګورئ زه زما دغه سیادېږي لکه پرونۍ ورځ کومه سیمه کې چې حرکت اسلامي و، د حرکت علما و حزب اسلامي کافر کو، حرکت مسلمان کا کوم علما چې د حزب اسلامي په منطقه کې پراته وو، حرکت اسلامي کافر کو، حزب اسلامي ته جواز ورکړی د جهاد. بله، همداسې د شورا نظار. ګورئ سید، اوس مثلا د پیښې طبیعي او غیر طبیعي په اړه فکر کوئ، د دې پیښو تر شا د چا لاس ده؟ راځم دغه موضوع ته، راځمه داخلیږم دې موضوع ته. په دې حالاتو کې موږ ټوله په افغانستان کې غټه ستونزه علما ده. په څه معنی؟ علما ته ډېر احترام لرم، ډېر، چې نو وارث د انبیاو دي. چون رسول الله مبارک دا پښتنه شوې ولې د دې زمانې ښه سړی څو دی ولې عالم، ولې بد سړی څو دی ولې عالم. که د افغانستان علما تر اوسه دا تیر حکومتونه یا تیر نظامونه غیر اسلامي غیر شرعي اشغال بوله، اوس خو شکر الحمدلله په افغانستان کې یو اسلامي نظام دی، یو شرعي نظام دی، یو د علماو نظام دی، چې د څلورم بس ننولې تر شپږم، څلورم، دریم، دوم، لومړی بس، فوق رتبه، ما فوق رتبه، خارج رتبه پورې علما ناست دي. ای د افغانستان علما، که تاسې غواړئ چې اوسني نظام په څنګ کې ودرېږئ او اوسنی نظام خپل وګڼئ او اوسني نظام ته برات ورکئ او اوسنی نظام پشتیوانه کئ او اوسني نظام ته پرمختګ وکړئ، ټول علما دي د افغانستان، که اهل تسنو دي، که اهل تشیع دي، که حنیفي دي، که وهابي دي، که پنجفيري دي، که مغدودي دي، هر ګروونه دي، علما خو دي. د قرآن عظیم الشان کتاب پیروي خو کوي، او دي که د دې نظام پشتیواني. طبیعي موضوع ته مه راځئ صافی صاحب، ولې تاسو دا مسله علماو پورې تړئ؟ دغه علما دي چې په منبر باندې یو نظام غیر اسلامي بولي، بل نظام غیر شرعي بولي. ولې اوس جای کې علما نه دي راغلي؟ دا نظام غیر شرعي نه دی موږ کنه. دغه ګوره تاسو وګورئ رازق یار صاحب، ګوره حقایقو ته به نظر کوو، چې یو 500 لکه ډالر تاسو څوک درکړي ته به ځان والوځئ، دغه هاشمي صاحب ته به ورکړي یو عالم باندې به ځان والوځئ، دغه رادمانش صاحب ته به څوک یو میلیارد ډالر ورکړي ځان به والوځئ. ګورئ د دوی ذهن او په فکر باندې علما کار کوي،
بلڅوګی نه کوي. ولی هاشمي صاحب د ګروي کار نه ده، دا ګور د دې مسؤلیت داعش په غاړه واغسته. ګور داعش په افغانستان کې موجود ده، د ناټو قدرت سره، د ناټو ځواکونو په طاقت سره، د افغانستان د تیر نظام سره یویش ګروي په افغانستان کې تروریستي فعالیت کوي. نړیوال هم دا کوله، شکر الحمدلله، و د تعمارت په راتګ سره ټولې تروریستي شبکې ختمې شوي. یو داعش پاتې ده. داعش هغه شبکې دي چې په پلچرخي، په نورو بندیخانونو، په نورو زندانونو کې وي، د طالبانو یا د نظام د سقوط سره هغوی د زندانونو نه راوتي دي، هغوی په ځینو سیمو کې شته دي. ولې د شبکې په شبکې ډول فعالیت کوي؟ کوي، ګوره دا چې نن یې کوي، خو هر ځای کې چې فعالیت کوي، امارت اسلامي، اوسنی نظام، اوسنی اردو، اوسنی امنیتي ځواکونه سرکوبۍ بله بیرته تاسو ته راګرځم. آقای رادمنش، در مورد صحبت های آقای هاشمی دید شما چی است؟ اینا میگه خوبی رویدادها رویدادهای طبیعی است، میشه در جوامع مختلف با وقوع بپیونده؟ ببینین، ما رویدادهای طبیعی را برخواسته از طبیعت کشور میدانیم. این بسیار خطرناک است. ما باید به یک لغت دقیق پیدا بکنیم که طبیعی نگوییم. طبیعی یعنی که طبیعتاً در افغانستان همه چیز وجود داره، موجود هست و در آینده ها هم موجود خواهد بود. اما این تصادفات اگر ما بگوییم بهتر است، به خاطر از اینکه در تصادفات میشه که ما بگوییم گروه وجود نداره، ولی افرادی هستند که به این مسائل دست میزنند. اما اگر ما بگوییم که طبیعتاً این مسائل در افغانستان وجود داره و این طبیعتاً ما خود بخواییم که از این براعت بتین، این به معنای عزیز که در طبیعت مردم افغانستان این چیز هست و طبیعتاً گروه داعش در اینجا هست و این طبیعتاً میتواند تاثیرات بسیار ناگوار در آینده داشته باشه. ما به این متقین هستم که داعش در افغانستان هست، القاعده در افغانستان هست، گروه های دیگه تروریستی در افغانستان هست و اگر نباشن حفاظت یک گروه در افغانستان کار مشکل است. فوراً او دستگیر میشه، از بین برده میشه. ولی این 1.5 سال است که گروه داعش وجود داره، فعالیت های داعش وجود داره، مردم افغانستان از دست ازیها به فغان آمدن. ولی آقای رادمنش، خب چیزی که آقای هاشمی میگن و خب حقیقت میدانی هم می است که به شکل گروهی کس نیست در افغانستان که مثلا راضی به کنترلشان باشد، جنگ جبهه‌ای داشته باشند یا موارد دیگه. خب آقای هاشمی دیدشانی است که اینا درست است اعضای داعش است ولی به شکل شبکه و گروهی وجود نداره اینا عملا در افغانستان. ببینین، به شکل گروهی چطور به وجود نداشته باشد؟ مثلا در کجا وجود داره به شکل گروهی؟ ببینین، در کنر، نورستان، ننگرهار، خوست، هرات، هلمند، کابل، بلخ و مناطق دیگه مثل بغلان و جوزجان و فاریاب فعالیت های تروریستی انجام میشه. ولی خب ما میگوییم که به شکل گروهی نیست. بله خب شکل درست است که ولی بشه یک قریه را مثلا نام بگیرین که در کنترل داعش باشه. ببین، بزرگترین خطر همیست که هیچ جای به دستشان نیست و در همه جا حضور دارد. از نگاه استراتژی نظامی بزرگترین خطر همیست که شما نمیدانین دشمن در کجاست ولی ضربه میخورید. شما نمیدانین که در کجا فعالیت ها سازماندهی میشه ولی فردایش یک منطقه از بین میره. شما نمیدانین که دشمن از کجا میایه ولی فردا در شعبه تان شما را انفجار میتن. این بزرگترین خطر است. کاش که حقایق را میگفتن و کاش که در جستجوی ازی میشدن که گروه تروریستی داعش را در محلاتی که هست او را از بین می بردن. ما برای شما میگم که کانال ننگرهار صدها نفر در اونجا به نام داعش و به نام سلفی از بین برده شده، ولی اکثرا افسران نظامی بودن. در هرات 3 نفر داعش را از محبس می برن، در یک خانه نظامی او را می اندازن، بعدا بالایشان فیر میکنن و میگن که این داعش است. داعش در اینجا جز خنددگی چیزی نمی کنن. می دانه که در جستجوی داعش کسی زحمت نمی کشه، در جستجوی داعش هیچ نوع فعالیت نمی شه و داعش با فارغ بال تمام کارهای خود انجام میده. ولی آقای رادمنش، دو عملیات پسینی که علیه گروه داعش در کابل شده،
شما می دانین دکی از این رویدادها که در کارتیناو کابل شد، اوجا رهبر گروه داعش به شبه قاره هند یا هندوستان کشته شده، در عملیات دومی که شده مسئول نظامی داعش برای تمام افغانستان کشته شده. خب نمیشه از اینا چشم پوشی کرد. بله، ولی همه جانبه نیست. همه جانبه چی معنا داره؟ مثلا چی شوه که همه جانبه باشه؟ سه نفر داعش که در هرات هم کشته شد و میدانم هم مردم تصدیق میکنن و در بعضی جاهای دیگه در کابل در نایه 8 و 15 هم تایید میکنن، ولی متوجه باشن که تشخیص گروه تروریستی داعش به یه آسانی نیست و به طور آسان و بدون تخصص فعالیت ها انجام میشه و بالاخره دیده میشه که کسایی در اونجا متضرر شدن. این به نقص خود امارت اسلامی و به نقص مردم افغانستان و به نقص ای هست که تدابیر نظامی و استراتژی نظامی دارای نواقص بسیار عمده در افغانستان است. تشکر آقایش. می موارد شما خودتان هم یادداشت کردین، در کنار اون موارد من میخوام در مورد دو نکته شما حرف بزنین. یکی که آقای رادمنش میگن خطرناک همیجا است که خوبی گروه ها جایشان معلوم نیست که کجاست، از اونجا میای ضربه میزنه حکومت را یا یک بخش از مردم را. در کنار از شما در اواخر میبینین و میدانین در نقطه افغانستان در بعض جاها خوب عملیات صورت میگیره از طرف نیروهای امارت اسلامی و نام میتن برش داعش یا اختطافچی، موردی که در ولایت بلخ هم صورت گرفت. شما دیدین که اجساد را فامیلای اونها تا به کابل آوردن و گفتن که در کجا مثلا اینا داعش بوده، بیاین ثابت بسازید. آمدم یک صحبت صافی صاحب و ما چی کردم نوت گرفتم. یکی او است که ما مثلا وقتی که صحبت میکنیم در باره افغانستان، ما 40 سال جنگ عقب میگذاریم. مثلا 2 سال قبل در افغانستان همه رسانه ها مردم اعلان میکرد که روزی 700 نفر افغان ایجا از دو جانبین یا از مردم عوام شهید میشدن یا کشته میشدن به هر اصطلاح که بود. اولا الحمدلله از 700 ما بیرون شدیم، ولی ما نمیخوایم که خون یک ناخون یک افغان هم ریخته شد، این خب شک نیست. یکی دو، من یک حدیث صافی صاحب گفت دیگه در باره همزی حدیث باید ما شما زیاد ایچی باشیم که پشت نبی صلی الله علیه وسلم تو حدیث گفتن که او گفته نشده باشه، روایت نباشه که خوبم کی از عالم است، بدم کی از عالم است. لفظ حدیث به این رقم وارد نشده، این صرف از خاطر امانتن حدیث میگم. یعنی حدیث وجود نداره؟ نه، به این شکل نیست. به این شکل نیست. اصلش چی است پس؟ و اصلش باز اصل درباره علما زیاد چیزا گفته. خداوند متعال در قرآن کریم میگه انما یخشى الله من عباده العلماء. به تحقیق از خداوند که زیاد میترسه، کی میترسه؟ علما میترسه، علمای دین. دیگه حدیث هم دربارش است، خویی صرف از خاطر امانت علمی صحبت کردم که ما بحث گفتی شما رد میکنین. همین حدیث به این لفظ نیست، چون آقای صافی هم حافظ قرآن است. نه، به این لفظ نیست، شاید به دیگه لفظ باشه. به این لفظ نیست که خوبم کی است عالم است، بدم کی است عالم است، یعنی به این لفظ نیست. یکی دو، من آقای رادمنش که گفت که موضوع را طبیعی ندانیم، در این شک نیست، همین تصادفات ازم صحیح است. من طبیعی صرف از این خاطر گفتم که حالت طبیعی دولت های دنیا را که سهل میکنیم، چی عالم اسلامی است، بلکه عالم اسلامی زیاد شکار از این چیز است، چی عالم کفری است، یک روند طبیعی ما بین مردم از این خاطر وجود داره که اگر وقتی حوادث نباشه باز نیروهای امنیتی چه ضرورت داریم، ما با پلیس چه ضرورت داریم، ما با استخبارات چه ضرورت داریم، ما مثال گپ به چه ضرورت داریم، به اداره محکمه و نمیفهم ساران ولی و نمیفهمی ساختار دولتی. معنایش این است که حتی این احداث، یعنی این واکنش های یا این عمل تروریستی که والا ایجاد شدم، یک نوع در سرقت، یک نوع در جرم های زنجیره‌ای، یک نوع تجاوزکارانه است، یک چیز جدید ابتکار شده است در مسائل جرمی که در او اکثریتش که ما تحلیل کردیم در مابینش غرب و امریکا دست داشته، نه تنها در افغانستان، در عراق هم دستشان بوده، در سوریه هم دستشان بوده، در یمن و در لبنان هم دستشان بوده، در هر جای دستشان بوده. داعش اونا تشکل دادن، داعش اونا زرق میکنن، داعش اونا تمویل میکنن، حتی الان، یعنی تا امی وقت هم اونا زای استفاده و در افغانستان هم حاصل قیاس و ایرا. بلکه مو وقتی ما میگم ای، ما موافق هستم براد منش که ما باید ایرا بگویم که تصادف است، تصادف است، درست خوروند طبیعیه. آمد موضوع خطرناک، من موافق هستم امرای راد منش صاحب. ما در هیچ وقت دفاع نمیکنم که کار مثال گپ عادی از دیگه عادی بماننش، نه. یکی از کلانترین مشکلاتی است که ما چه رقم مثلا میشه شخص
در دفتر ولایت سرایت میکنه. خب معلومش این است که اینا یک نوع اختراق وجود داره. پس این ما نمیگه می خطرناک است، در این امرایتان بیخی توافق دارم. و به نظر ما امارت اسلامی افغانستان رویه های امنیتیش اگر ما از واقعیت خبر شیم، ما میگم 90% جرما را از بین برده، یعنی 90% حملات در هم تخم خود خونسا ساخته. این یکی حوادث که اینجا رخ میده و اونجا رخ میده، این همو است که به اصطلاح در مابینش شاید رسیدگی درست نشده باشه، در موقع عمل نشده باشه، در وقت اقدام نشده باشه، این تو یک چیزای میاد 10%. دوما عملیات متفرقه را من خودم دلیل بازنابودی میدانم. یعنی به تحلیل ما وقتی که عمل متفرقه در تمام وطن کوشش میشه که اوجه شوه، من میگم چون که اینا کلگی تمرکزشان در کابل بود، حتی ایجا تمویل میشد، ایجا ترینینگ میشد، از ایجا حملات میکردن، هر کار از ایجا میکردن، وقتی رهبرای زیاد کابل کشته میشه، اینا به مردم خود مثلا میگم متفرقه میخواهش، یعنی یکی را نشان بده که حکومت تشدید ذهنی برشان بیاره، یعنی مشتت بساس عمل حکومی را. یکی دومن به نظر ما این گومیشان است، یعنی همو به اصطلاح خلایا برش میگی یا بعضی غارها که میگی که در اونجا وجود داشتن، اونا قبل از وقت عمل خود میکنن، اینو پراگنده شده، پراگنده شده. خیلی سپاسگزار. ما برمیگردم باش مو مورد رکما پرسیدم رو باز پاسخ بتین. صافی سب تاسو یو حدیث ویلی آشمی صاحب وایي چې په دغه لفظ باندې داسې حدیث نشته، او ځکه دا پوښتنه بیا یې تاسو نه کوم چې دا اسلامي ټولنه ده او ولس ډېر اساسي باید دا پوښتنه وشي. رازق یار صاحب، زه به هغې باندې مفصله خبرې ما ونه کړې، وخت کم و. مهرباني اوس مفصله خبرې وکړي. ورته یې کړی دی چې دا ښه عالم ولې د دې زمانې ښه عالم کېدای شي. رسول الله هم واره کړی چې ښه عالم هغه دی چې د آیاتو قرآن الهي احکام ملت توازی کرد. یعنی عربی لفظیم که ایدر سر آقا مو و بیاره علا گورت هم چه ملت او مت وازی کرد او بد حالیم حاقا ده چه او کنم دی جهنم تزی آقا حاقا علم ده چه ده اسلام او ده دین او ده قرآن نخبر بی او خپل ملت او مت نوی خپل ملت تا خپل اولست تا چه ده پا منبر مانی غیگی گی نیوی. زه پا علماء و منزمه انتقاد سنگه ده داغا چزما دا نه دیرش کالا دا ته دیرش کالا عمر ده پا افغانستان که دا بدبختی دا ناامنی دا مغا جنگ سبب هم دا علماو تاسو گوری پا تیر جمهوریت که کشاف سر پسلحاو علماو امارت اسلامی نامشروع جنگ بولو، امارت اسلامی سب که چه علماو آغی دا جنگ مشروع بولو. وس زده دی علماو تا داوای ما چه اید افغانستان اید دنیا علماو اید انبیاء و وارثینو وسو په افغانستان کې اسلامی نظام ده، د علما و نظام ده، ټول په نظام حکومت کې علما دي، ولې د علما تر څنګ نه درېږي؟ انتحاري، انفجار، استشهادي، دا یو وړکی مسله نه ده رازي قیاس صاحب. ځینې خلک وایي ګوره دا د دنیا خبرې دي، دا دې ته جنگ سر زه وایم چې په پیسو اغستل کېږي. ګوره په تېر جمهوریت کې هم دا بحث کېده چې امارت دغه کې ده په پیسو نه، دا په پیسو باندې نه اغستل کېږي. یو سړی د پیسو د خطر خپل ځان نه قربانوي. ګوره دې ته آیات و حدیث دا ویل کېږي چې ته جنت ته ځي او دا جهنم ته ځي، ته دا کار کوې. زه یم د بلخ والي خو عالم و، ولې په عالم باندې دا انتحاري وشو؟ ګوره ولې دا انفجار په یو عالم باندې کېږي؟ دا خو نه دیموکرات و، نه امریکا راوستی و، نه غرب راوستی و، نه اروپایي ټولنې راوستی و، ولې پرې وشوه؟ زمنګ د افغانستان علما سره متحد نه دي. ګوره زمنګ دا ټول ملتونه د علماو پیروي کوو، په دې چې پیشوا زما دا دی، امام زما دا دی، مونځ ورپسې کوم، اقتدا ورپسې تړم. وخت کې چې دی علما د افغانستان یو سرتاسري علماو شورا جوړه شي، اوسني نظام تر څنګ ودرېږي، اوسني نظام ته مشروعیت ورکړي، داخلي او اسلامي او شرعي مشروعیت ورکړي، زه امید لرم چې د دغه سید پیښو مخنیوی به وشي په افغانستان، او که دا کار ونه شي ورځ تر بلې نورې پیښې زیاتېږي. زه ګورم موږ رازق یار صاحب، د افغانستان یو اسلامي سنتي ټولنه ده. یو مجد ته ځو تقریر کوو، د یو علماو صفت کېږي، ګوره د یو بن علماو صفت کېږي اهل سنت ته هغه کېږي، بل ځای ته ځو بریالیانو ته صفت کېږي د معدودیانو هغه کېږي، مغدودیانو ته ځو فنفیریان هغه کوي، ولې ردوي دا رد معنی چې نه کېږي. ګورئ
کرای شو اشیمی سیبم پی اسلامی دینی رسولو کی دی معلومات لری رسول الله مبارک سو رقم موز کرے صلی اللہ علیہ وسلم دل تا کلاس کی دی ہم پروانہ کی دل تا کلاس کی دی ہم پروانہ کی دل تا چہ ہر رقم تو خدے تہ پاجزی دری اللہ پاک سادہ نی موز قبلے خوری منگا چ دسی ودری گو یا اللہ لاڑ وہبی شو کدا سی ودری گو دا پن پیرے شو دا معدودی شو گوری مشکل من کی دے دا اسلام من تن کڑے دے دا اسلام بہ دور پتنگ نکو دا اسلام گرا کی نہ دے دا اسلام اختو کی نہ اسلام پزڑے کی دے اقرار باللسان تصدیق بالقلب ګورې منګه باید دازې دغه دین لزرګي دا وسیکو دا اسلام لګ وسیکو دی خلکو ته دا اسلام چې سخت لارې خو دا اسانه لارې بده د اسلام خو مشکل زمونږ په علماو کې د علماو ته ډېر اختلاف موارث د انبیاو دی خو دغه مشکل دی پکې چې راځي د وسنی حکومت تر څنګ ونه درېږي تر اوسه خو د جمهوریت تر څنګ نه درېدلې د غرب نظامو غلام نظامو اشغال نظامو اوس خو غرب نظام هم نه دی اشغال نظام هم نه دی غلام نظام هم نه دی بل چا هم نه دی راوړی د دې ملت بدلی نه پیدا شوي ولې څنګ کې نو تاسو دا درېدل چې ته وایي چې د دې نظام په څنګ کې دی ودرېږي مثلا اول خپله وایي چې د څلورم بست نه ته موافق رد به ټول ملایان دي یا په د عام هغې کې تاسو یو منبر نه سئ ښودلی چې اوس د حکومت په ضد باندې یوه خبره ترې نه پورته شوي ګوره په ضد باندې ګوره وضاحت نه دی ورکړ شوی رازق یاس وضاحت باید ورکړ شي د منبر د لارې وضاحت باید ورکړ شي د اوسني نظام په خاطر باندې د اوسني د ملت د خاطر دا کار د ملت د بقا د خاطر دا کار وشي د ولس د خاطر دا کار وشي راغله ما د ناامنیو پاکله باندې رازق یار صاحب که دا کومه سي امارت اسلامي زمونږ روان وي افغانستان کې ورځ تر بله نامې زیاتېږي څنګه که په لنډ ډول دغه ټکی بل ډېر لنډ دا اوسنی نظام یوازې امارت مجاهدینو ته اختصاص کړی دی که دا نظام وسیک دا افغانستان ټول وګړو ته دا افغانستان ټول ملتونو ته دا افغانستان ټول قومونو ته پکې سهم ورکړ شي هر افغان خپل عینکې ځان وګوري دا نظام وسیع کیږي د ملت او د اولس په اعتماد پیدا کیږي دی یوازې د هغه امارت خپله مجاهدینو ته چې دوی سره په سنګر کې وو او دوی سره په سنګر کې ولاړو ما کسان مننه کوم کور ودان زه انشاءالله بیرته تاسو ته راګرځم آقای رادمنش ریشه داعشه که در افغانستان می جنگره شما در کجا می بینین؟ فکر میکنین اینا از کجا تمویل و تجهیز میشن؟ ببینین ما وقتی که پس منظر تاریخ 50 ساله افغانستان را مورد تجسس قرار بدین می دانیم که داعش از کجا سرچش می گرفته ولی نامش درست است از کشورهای عراق و شام است ولی این گروه در پاکستان از مردم مسعود وزیرستان شمالی خیبر پختونخوا و امو حزبی که به نام دفاعی های بلوچستان است و در عین زمان از تی تی پی پاکستان تشکیل کردند و بالاخره او را در افغانستان آوردند مثل که دگی و جریان های اسلامی افغانیت تعلیم و تحصیل کردن به اینها هم بموشن پس ریشهش شما در پاکستان میدانین آقای رادمنش ولی وزیر خارجه پاکستان میگه که اگه تهدیداتی که منشی و افغانستان است جدی گرفته نشه و به او رسیدگی نشه این تهدیدات به شمول پاکستان به دامن سایر کشورها هم رشد خواهد کرد باید همیطور بگوید اگر همیطور نگوید خب پاکستان ملامت میشه ببینیم بلاول بوتو وقتی که میگه در افغانستان تروریست ها وجود داره و پاکستان از طریق افغانستان مورد مزاحمت های نظامی و امنیتی قرار میگیره این فقط و فقط به خاطر استفاده از وضعیتی است که اونها دارن و میخوان از جامعه جهانی امتیاز بگیرن اما اساسا خودشان باید بیایم به افغانستان از این گروه هایی که در افغانستان هست امتحان بگیرند که کل از یاد در کجا تعلیم و تحصیل میده کل از یاد پاکستان تعلیم و تحصیل میده مردم مسعود از کجاست؟ از پاکستان است مردمی که در وزیرستان است از پاکستان است مدافعین بلوچ پاکستان است در خیبر پشتونخوا و در این زمان تی تی پی از کجاست؟ اینها همه ناراضی های از یا و همچنان ناراضی هایی که در داخل طالب های افغانستان است به این گروه جذب کردن و او را راه سازی کردن و در افغانستان جا به جایش ساختن و فعلا افغانستان مورد تهاجمی از یا قرار میگیره و هر روز پشت روز دیگه ما میبینیم که وضعیت در افغانستان
به طرف ناامنی می رود. همونطور که جناب صافی صاحب گفت، ما یقین دارم که اگر حکومتی به وجود بیاید در افغانستان که همه اقوام و ملیت ها در او خود ببینن و اینها از امو سازماندهی دولت ایدئولوژیک بگذرن و ایدئولوژی های متفاوت و ایدئولوژی های متنوع در دستگاه سیاسی دولت شریک بسازن، ما متعقید هستم که در امر تأمین امنیت میتوانه که رول بسیار بارزی داشته باشه و این کار اگر نشوه ما هر روز با مشکلات عدیدی دگه مواجه خواهیم شد. این تنها مزار نیست، این تنها کابل نیست، افغانستان 34 ولایت داره. شما هر روز در 34 ولایت واقعات متنوع ما شاهد هستیم و این تنها کار داعش نیست، بلکه بعضی افرادی هستند به نام افراد مسلح غیر مسئولی با صلاحیت در افغانستان در پهلوی داعش و القاعده فعالیت های را انجام میده که بدتر از داعش و بدتر از القاعده است، که این باید توجه شود و بدون توجه هیچگاه امنیت در افغانستان به وجود نخواهد آمد. بله آقای رادمنش، من میخوایم در مورد صحبت هایی که در مورد وزیر خارجه پاکستان کردین کمی بیشتر بپیچیم. مال آنچه که شما گفتین در مورد داعش با آنچه بلاول بوتو میگه، پس پاکستان یک برنامه کلان دیگه را ترسیم کرده بر افغانستان. ما برای شما قبلا هم خدمت شما عرض کرده بودیم که عمق استراتژی پاکستان در مورد افغانستان طوری هست که باید افغانستان همیشه از نگاه سیاسی، اقتصادی و روابط با پاکستان وابسته باشه و این وابستگی ها را اینها در 50 سال گذشته همیشه در استراتژی خود جای دادن و این استراتژی هر روز پشت روز دیگه دیده میشه، آپدیت میشه و در مورد افغانستان تطبیق میشه. این صداهایی که از پاکستان توسط سیاستمدارای از این بالا میشه همه به خاطر به دست آوردن امتیازات است که هم بگویند که ما بر علیه تروریسم مبارزه میکنیم و هم بگویند که پاکستان نه بلکه افغانستان محل آرایش و پالایش تروریسم است که باید دنیا متوجه افغانستان باشه. اما باید گفته شود که قبلا مشاورین امنیتی خود ریاست جمهوری های امریکا همیشه گفتند که پاکستان منبع تروریسم است. و حال گفته میشه که افغانستان منبع تروریسم است. من متیقین هستم که اگر افغانستان هم با تروریسم درگیر هست، این محصول کار استراتژیکی نظامی های استخباراتی پاکستان است. خیلی سپاسگزار. آقای هاشمی، عملیاتی که صورت میگیره علیه گروه های داعش یا حتی اختطافچی ها، شما میدانین حکومت ادعا میکنه که خب ما یک گروه اختطافچی را از بین بردیم، یا حتی گفته میشه گاه گاه که این گروه افراد گروه داعش است، ولی یک شمار مردم حتما در رسانه های اجتماعی شما هم دیدین که سر صدا بلند میکنه که اینا افراد خاص را از بین میبرن و حتی گاه گاه گفته میشه که اینا هیچ ربطی با این گروه ها ندارد. این مورد دیدگاه شما چی است؟ یک گپ اینجا است، ما اگر به صورت عموم یک گپ بزنم، در این شک نیست که گروه های سلفی یا سلفی جهادی یا سلفی که تکفیر دیگه مسلمان ها را میکنه، یه هیچ وقت در مدرسه حقانیه یا دیگه در مدارس اهل سنت و جماعت درس نمیخوانند. اینا در هر گوشه جهان برای خود مدرسه دارن به نام مدرسه سلفیه یا اهل حدیث که اوجه درس میخوانند. ما از این خاطر گفتم که همین نامی که وقتی از مدارس یاد میشه، بازی جا باز نام حقانیه و مدارسی که اونا برای مذهب امام ابو حنیفه خدمت میکنن اونا در میدان کش میشه. دومن، عالم اسلامی سابق یک عالم اسلامی بود، یک وطن بود. در این یک وطن همه مردم، همه اشخاص میتونستن، مثلا پدر کلان ما در هندوستان در دیوبند درس خوانده، حالی است که دیوبند در او وقت در دست انگلیس ها بود. همینطور بعضی مردم ما در افغانستان داریم که در مدینه منوره درس خوانده، بعضی مثلا در ازهر درس خوانده، بعضی مثلا در چی درس خوانده. مانایشی است که وجود مدارس یا تعلیم اشخاص در دولت های مانا نداره که بیاین ولی کلگی دشمن ما هست. این باید بفهمیم ما. یعنی این یک چیزی است که عالم اسلامی که حال تکت تکت شده، سابق اینا یک دولت بودن، سابق اینا یک ملت بودن، یک حکومت داشتن تا 1924. 1924 خلافت عثمانی در ترکیه سرنگون شد، لحاظا این دولت ها را کلگیش غرب و شرق زیر
قول خود گرفت و اینا را کلگیش اشغال کرد که آخرین اشغالی که از روسیه بود در 1991 با فرارفتن روسیه اینا 27 دولت دیگه آزادی خود گرفتن. دوما آمد این موضوع عملیات داعش و اختطاف. و نظر من امارت اسلامی افغانستان هیچ وقتی در این مسائل دروغ نمیگه. اگر داعش کشت میگه که به اساس مثلا راپورایی که با نزد ما رسیده بود و بعد از بررسی دقیق ما داعش گرفتیم سرشان حمله کردیم اینا مقاومت کردن و کشته شدن، یکی. دوما موضوع اختطاف هم پوت نمیکنه، اینا یک حکومت هستن، چی نیاز دارن که پوت کنن؟ نه اینا پوت نمیکنه، اما مردم میگه که خب تو خدا حال گپ گوش بده. حالا اومده مشکل ده چی است؟ مشکل ده ای است که ما طی 20 سال اخیر رول یک خانواده را این حکومت اشغال اینقدر از بین برده بود که حال پدر پرسان کنی از این خبر نداره که پسرش کجا میشینه، کجا میگرده، با کی بالا میشه، با کی پایین میشه، چه عمل داره. یعنی همین رول فامیلی را بیخی در ساختار نه تنها در افغانستان، حتی در عالم اسلامی از بین برده. مثلا حال برازی کمپین میکنن قانون طفل، دیروز تا دیروز ایتو بود که قانون زن، حقوق زن، حقوق اول حقوق بشر بود، حقوق بشر بود، حقوق بشر بود، باز حقوق زن است، حقوق زن است، حقوق زن است، با حقوق طفل است. در اسلام فامیلی خودش یک مجتمع است، یک مؤسسه است. در غرب و شرق اینا میخواهد که طفل برای خود قانون داشته باشه، زن برای خود قانون داشته باشه، مرد برای خود قانون داشته باشه. وقتی که موضوع فامیلی میه هر کدامش حقوق خاص خود داره، نمیتونه که پدر جبران یک چیز را سر اولاد تطبیق کنه، او نمیتونه که سر زن کنه، او نمیتونه که سر طفل خود کنه. تا این اندازه را که حال در غرب مثلا فرانسه، سوئد، دنمارک، فنلند همی دولت های است کنه دفعنش که برش میگه اینا مثلا حالی اگر طفل 10 ساله با پدر خود گفت که من میرم خود جنس خود بدل میکنم، پدر و مادر نمیتونه برش بگه که نکو بدل. یعنی تا این اندازه را برشان یعنی این اجتماع انسانی را از بین میبره. لحاظا در افغانستان هم تو یک حالت تای 20 سال وجود داشت. مثلا ما خود ما شاهد هم تو حالت هستیم که بچهش اختطاف کرده، پدرش خبر نداره از این جریاناتش. در موتر سوار میشه، میره همراه کی میگرده، همراه کی میشینه، همراه کی گپش هست، ایره خبر نداره. حتی تا این اندازه را که ما در یک جای مباحثه داشتیم، یک سوال وی تو سوال راجع شده که آیا پدر و مادر میتونه که موبایل دختر خود نگاه کنه که با کی چتینگ میکنه؟ یعنی گوش کو، حتی خود سوال در مسائل اسلامی حرام است. وقتی من پدرش هستم، این دخترم است یا پسرم است، زیر تربیه ما است، من نمیتونم موبایل رو باز کنم که یاب روی کی صحبت میکنم، روی کی چتینگ میکنه. یعنی از ما مقصد می است که در این شک نیست که پدر و مادر در این حراس میفته که راست میگه من خب بچه خدا ندیدم، بچه‌م خوب نماز میخواند، بچه‌م خود روزه میگرفت، بچه‌م خویتو میکرد، بچه‌م اوتو میکرد، خبر نداره که امرای داعش است. مثلا خبر نداره که مثلا اختطاف میکنه، پرسانش نمیکرد. نه از این خاطر، حال شاید بکنن، حال فامیلا میکنن، حال میتونن، از خاطر که برای عوضه عریضه کنه رویش میگیره، از بچه را رویش میگیره. اگر دیگه جای عریضه کنه سابق خویتو نبود، سابق بچه جوان بود که از خانه بیرون میشد، او را سلار در شانش میدادن، پلیس محلی نام برشان میدادن، در یک دیگه ولایت میبردن، اونجا که کشته میشد امرای بلدوزر گور میکرد، پدر و مادر پرسان نمیتونست که بچه ما رو چی کرده. حال خوب وقت رفته. لحاظا ما چه میگم، همین سوی فهمی که بین مردم بعضی مردم ایجاد میشه، در این شک نیست که پدر و مادر تای 20 سال اخیر که دورشان در مجتمع بزرگای فامیل است، فامیل که وقتی دورشان هم رولشان در فامیل در اداره فامیل از بین رفته، لحاظ این چیزا تصادفاً هم برشان نمای میده، غالب الحال احساس ظلم هم میکنه. درست فشرده. در مورد صحبت های وزیر خارجه پاکستان هم میخوایم دیدگاه شما را داشته باشم. هشدار داده که اگر جلو گروه های تروریستی در افغانستان گرفته نشد، دامن پاکستان را گفته گرفته و ممکن به کشورهای دیگه هم سرایت کنه. اونا حرف شانی است که تی تی پی خوب عملا در افغانستان میگن حضور دارن. این طور از برادر محترم مستقی آقای رادمنش صاحب گفت، دولت های اروپا، غرب، با دیگه کشورهای عالم اسلامی خودشان در تأسیس گروه ها در عالم اسلامی دست دارن. پاکستان هم جز این کمالات هست. مثلا چرا این کار رو میکردن؟ امریکا با پاکستان با دیگه کشورها کوشش میکردن که حرکت مثلا طالبان را یا امارت اسلامی افغانستان مهار کنن، در مقابلشان گروه های تروریستی جا تربیه بکنن. اگر در مقابلشان جنگیدن نتانن، در وقت استلام حکومت، در وقت حکومترانی امارت اسلامی یک اختشاش بر جان جون کنن. دلیل برات میگم، در وقت که امارت اسلامی با اشغال هم اینجا جنگ داشت،
با حکومت آن وقت جمهوریت هم جنگ داشت. در فاریاب داعش جبهه گیری کردن، چند مناطق گرفتن، وجه برای خود جبهه ساختن تا که امارت اسلامی کلگی فشار خود انداخت، وجه اونا را شکست داد، از وجه در تیارا آوردن در کابل. همچنان در زابل، هم وجه ولسوالی را گرفتن، وجه برای خود مرکز ساختن. سببش چی بود؟ سببش چی بود که کشورها کلگیش به این دست داشتن که گروه های تروریستی را در منطقه باید که اینا بله. تمویل کنن، ترینینگ بدن که در مقابل امارت اسلامی افغانستان استاد شود. لذا حکومت پاکستان وقتی که این صحبت میکنه از او افعال خود و امریکا خبر داره بله. و میخواه که از این بهره گیری کنه. بهره گیری شمی است که برای کل هم ضرورت داره، برای اقتصادش هم مشکلات داره دیگه، لحاظ هم لابی گیری خود میکنه. سپاسگزار. صفای صاحب، کله چه دی مزار دی پیخی خبر کیگی دادید با روسته و پیخو مخصوصا دا چه والی تارگیت و وی وازه از هانو که دا خبرم گردی چه ممکن دادید قشتیپی دی کانال مسئله دا چه دی دغ لوی پروژه مخوانه سی کدی ارده تاس باورد چه شده؟ تاسو گوری رزقیار سه پا افغانستان که هست نظام د سیمه او گاونډي هیوادونه موږ ته په آرام باندې نه پرېږدي. که فکر دي و جمهوریت کې به بار بار په رسنیو کې د ټولو سیاسي کارپوهانو د حکومت چارواکو دا چیغې وکړې چې امارت د پاکستان جوړ کړی او پاکستان راوستی دی. نن امارت اسلامي تاسې وګورئ پاکستان سره په تقابل کې دی، د افغانستان د ملت د بقا د خاطره، د افغانستان د حقوقو د خاطره، د افغانستان د پرت پر د حقوقو د خاطره پاکستان سره متقابل کې ولاړ دی. تاسو بار بار د افغانستان د اوسنی حکومت د وزیر دفاع بیانات، وزیر خارجه بیانات، متقیزه بیانات، تنها دا موضوع نه ده د خوشتی په کانال منګه. یعنی اول دا چې تاسو فکر کوي ربط لري ګوري دا موضوع معلومه خبره ده. ګوره د سیمه هیوادونه موږ نه غواړو چې موږ خپل یو به مهار کو، د سیمه هیوادونه موږ نه غواړو چې موږ برخه ولرو، د سیمه هیوادونه موږ نه غواړو چې موږ خپل مادن استخراج کو، د سیمه هیوادونه گاونډي هیوادونه نه غواړو چې موږ په کومو درلې یو خپلواک یا آزاد یا مستقل هیواد ولرو. همیشه څلور لسیزی پاکستان موږ ته اور لمبه پکا وخلې ده او انګار کې موږ سوزولی یاست. اوس د قدرت کارونه جار شند، پروردګار د ذات نه قربان شمه چې اوس دغه اور د دې اور ته راغلی دی او د کور ته داخل شوی دی. اوس د پاکستان اقتصاد صفر دی، پاکستان او سیلاب وړی دی، هرې خوا ته لاسه چوي. دغه خبرې چې وزیر خارجه کوي دا یو بې بنیاد ده، یو بې اوده خبرې دي چې د افغانستان پاک لمنې کوي. شکر الله الحمدلله موږ یو خپله یو اوسنی یو نظام لرو، یو حکومت لرو، خپل وزیر خارجه لرو. همیشه ترورستان ټول نړۍ ته پاکستان صادر کړي، نه تنها افغانستان، ایران ته، هند ته، چین ته، مصر ته، عراق ته، ټول نړۍ کې پاکستان خپل اقتصاد د خپل بود ټول نړۍ ځان قرضدار کړ او ترورستانو شبکو سره د کار کو نړۍ ته صادرول. نن خدای پاک بیا عذاب راوسته دی او ان شاء الله په دې عذاب کې به پاکستان روکیږي او پاکستان به ان شاء الله امید لرم او د افغانستان د مظلوم ملت دوا به قبلیږي او پاکستان به منحوه کیږي او د منځبزي ان شاء الله انزوا. بهرنیو چارو وزیر دام ویلي چې اسلامي امارت باید خپل هغه کړو ژمنو ته نړۍ سره کړي پغه باندې ودرېږي او د ترهګرو په وړاندې ودرېږي. ګوره دا یو لوبه ده. اسلامي امارات نړۍ ته دا ثابته کړې ده، تاسو وګورئ په میلیاردونو ډالر راغلل افغانستان ته، په میلیاردونو د مواد مخدره بخش کې، ولې امارات اسلامي په جب خالي لاسمانې معتادین د منځه یې وړو. افغانستان په مثلا حکومت په خالي لاسمانې په ټول افغانستان کې کښت د کوکنار او کښت د مواد مخدرو له منځه یې وړو، صفر ته یې راکته کړی دی. تاسو وګورئ چې په رادمش صاحب اوري دا خبره د جمهوریت په وخت کې په میلیونونو ډالر د سالنګ پیسې غسل کېدلې، د سالنګ د ازادۍ د جمعې چې بند نشي، چې بند نشي خالي جوړول څه کوي؟ څه کالی امارت په دریس کواټور باندې سالنګ ترې بند نشي. ګورئ دوی ملت ته وفاداره دي، دوی خاورې ته وفاداره دي، دوی د هر ترورست هر ترورستي شبکې په مقابل کې ولاړ دي. افغانستان اوس هېچا ته خطر نه دی، هیڅ هیواد ته نه، د سیمې نه نړۍ ته. دا پاکستان بانه جوړی کوي، دا هغه امریکا چې پاکستان ایجاد کړی، ایس ای د سی آی ای غلام دی، هغه ایجاد کړی دی. دا اوس دا بانهګیري لټوي چې دا خپله ګټه د افغانستان کې پیدا کړي، خپله نفع په افغانستان کې پیدا کړي. افغانستان پیلان مستقله یو خپلواکه هیواد دی، اوسنی نظام یې په شرایطو برابر دی. دا نه وایم چې موږ په اوښتنیو حکومت کې ستونزې نشته، بار بار موږ وایو موږ په خپل حکومت باندې انتقاد کوو، دا د دې د خاطره کوو، د اصلاح د خاطره. موږ په خپل نظام باندې، خپل حکومت باندې یو خبره کوو، دا د اصلاح د خاطره کوو.
د افغانستان ټول ولسونه ملتونه خپل حکومت په څنګه ولاړ دي او خپل حکومت په څنګه بدريږي او خپل حکومت ته مشروعیت داخلي ورکوي. اوس څه کول پکار دي اسلامي امارت ته چې پاکستان سره مثلا څه ډول سیاست ورکی؟ دا چې مثلا هر جای کې چې د پاکستان مایک کې خیال د اوس دا غږ اوچتېږي چې افغانستان د ترهګرو پټنځای جوړ سوی، دلته ترهګر روزل کېږي او دا بالاخره صادرېږي ممکن نورې نړۍ. رازقیار صاحب وګوره چې څلور لسیزې دوی چیغې وهلې او دا دوه لسیزې چیغې وهلې، ګوره چې ویلې اسامه بن لادن په افغانستان کې دی، ولې سرمنشی کوم ځای کې راوتله؟ ابټ آباد کې راوتله که نه؟ د پوجي هړه کې د نظام د پاکستان راوت لکنه دا دنیا ته ثابته شوه، دا نړۍ ته ثابته شوه چې ترورستان او مرکز پاکستان دی نه افغانستان. نه په دا تیر حکومتونو کې، نه په هغې حکومتونو کې، نه په دا څلور لسیزو کې، همیشه په افغانستان کې د اور لمن ته پکا پاکستان وهلې ده. دا څلور لسیزې جنګ په افغانستان کې په یو نامه به نامه پاکستان جوړ کړی. زموږ اوسنی نظام نه غوښتنه دا ده ګورئ، من ورته ویلی چې مخکې مونږ به په حکومت باندې خپل انتقاد کوو، افغانستان کې امارت اسلامي غواړي چې دائم قائم د ولس په زړونو کې ځای ودري او پاتې شي. بار بار رسنیو کې د څلور مثاله ما ورکړئ، ستاسو د رسنیو نه ورکوم. اول دې قانون جوړ کړي. قانون شته دی، شرعي قانون، ګوره د کتاب په شکل د چاپ شي، د هر چا لایحه، ګوره وزارت په شکل باندې، ګوره قانون شته. حل لارو باندې به وغږېږو صفای صاحب، که اجازه راکړئ د بس پر ټول قدرت منستم نو شروع کړو انشاءالله په حل لارو تاسو سره غږېږو. بیا کېدای شي دا مثال نارکي قایل دانست چی باید چه با باور شما چطور وضعیتی که خب حال پیش آمده در افغانستان ای به شکل درستش مدیریت شد؟ با توجه به اینکه خب شما در صحبت هایتان گفتین پاکستان عملا در کمین است و میخواد ضربه بزنه حکومت حاکم را. ببینین نه تنها حکومت امارت اسلامی را، بلکه هر حکومتی که در افغانستان بر اساس امو استراتژی پاکستان استوار نباشه، پاکستان در موردش اجراعات مختص به خود میکنه. ما فعلا در افغانستان حکومتی داریم که این حکومت نمیتوانه جوابگوی نیازمندی های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور باشه. ببینین دروازه های پوهنتون بسته شد. ببینین روز جمعه خود رهبر طالبان برای همون گروپ افرادی که به نام افراد مسئول پرسونل وزارتخانه ها بودن در قندهار گفت که حال نوبت عزیز شده که ما در بیرون از افغانستان به خاطر اشاعه اسلام چی باید شود؟ برای حل چی از طالب در درون چی شود؟ بله بسیار فشرده. اینها همه میتوانه، اینها همه میتونه تاثیراتی داشته باشه که دنیا خود جمع میکنه. در مورد از این که ما همیشه گفتیم افغانستان این طور سرزمینی نیست که از داخل از او برای کشورها حملات صورت بگیره، اما تی تی پی از داخل افغانستان برای پاکستان حمله میکنه و رهبر طالبان هم میگه که وقت از این رسیده که ما در بیرون از افغانستان خاطر اشاعه اسلام کمر همت بسته کنیم، یعنی جنگ با جنگ در بیرون افغانستان انجام شود. اینها هم میتواند برای افغانستان خیلی خطرناک باشه و این خطر باعث این میشه که افغانستان به اهدافی که لازم است نرسه. تشکر آقای هاشمی. راه حلی که شما پیشنهاد میکنین چی است؟ چطور وضعیت مدیریت شما بار شما؟ راه حلی است که افغانستان که است در طی 20 سال اخیر ساختار دولتی که اونا نظام سرشان مانده بود بلکه یک پروژه شکل داشت. اقتصادش دروغین بود، سیاستش دروغین بود، مسائل استراتژیک داخلش دروغین بود. لحاظ افغانستان در داخل خود در جمعی اثرات، یعنی در جمعی سکتورها، اقتصاد باشه، امنیت باشه، تعلیم باشه، سکتورهای خدماتی باشه، با خدمات خاصی، با کار خاصی نیاز داره. ما افغانا اگر حکومت فعلی امارت اسلامی افغانستان به این متوجه شود که در داخل در همی سکتورهای مهم خود، مثلا سکتور اقتصادی، سکتور تعلیمی، سکتور صحی، سکتور امنیتی، کار خود را در داخل یعنی تمرکز بدهد و با دولت ها به می سیستم پیش بره که ما در هیچ دولت دخالت فعلی نمی کنیم، در مسائل داخلی دیگه کشورها دخالت نمی کنیم، در مسائل داخلی ما دخالت نکنن و افغانستان غیر منسلک، مثل که تا حال اینا رو نگاه داشتن، غیر منسلک، غیر وابسته به دولت های همسایه یا به دولت های شرق و غرب نگاه دارن. به نظر ما که انشالله نتیجه خوبی میده. اما اگر ما
بله سیستم سازی شو خواهد آه باید سیستم گوش کنیم سیستم سازی خودش همین کار گوش که وقتی ما میگیم که سکتور اقتصادی کار بکنن سکتور مثلا تعلیمی و صحی کار بکنه که سیستم نباشه کار نمیشه این باید سیستم سازی شود در عین وقت باید بر از اینا کار بشه که تا ما بتونیم به پای خود حداقل از داخل استاد بتونیم باز بعدن مد نظر ما که هست مثلا مثال برات میگم ما مثلا در اول سال که امارت اسلامی افغانستان آمد و این موضوع رسمیت بود و فلان بود و حال مثلا تقریبا 12-13 دولت از سفارت ها را تسلیم کردن مثلا دیپلمات های امارت اسلامی افغانستان را اونجا قبول کردن اونا مسائل دیپلماتیک خود پیش میبره مانایش این است که ما باید اینمی ساختاری که عدم تدخل در امور خارجی ها اجازه ندیم که خاک افغانستان به مقابل دیگه کس استفاده شود اقتصاد خود قوی بسازیم در علم و تحصیل خود کار بکنیم انشاءالله که افغانستان به پای خود استاد خیلی سپاسگزار صفحه سیب میروانی تاسم لارد حلوائی در افغانستان در حسنی حکمت در بقا در خاطره و در ملت در بقا در خاطره و لست در مزدر در خدمت در خاطره ما همیشه صدور پیشنی در امارت اسلامی نکرده چی او قانون جوده ولی قانون اساسی یا قانون شرعی یا قانون فقه هر قانون چه امارت اسلامی جوړی باید در کتاب په شکل ماند یا در جریدی په شکل ماند چپ شید هر چلاحه وظایف داغی حکمون و داغی صلاحیتون و داغی موقع پکی معلوم شید دویم لوی جرگه جوړه ول نه هغه لوی جرگه چه حوال دوره کرزی سیب جوړه کرده و نه هغه لوی جرگه چه داکتر سیب غنی جوړه کرده و نه هغه لوی جرگه چه امارت اسلامی جوړه کرده و دس لوی جرگه چه دا افغانستان دا باندو دا کلی و دا باندو پرد پرد نمایندگی و کولش چه اغا طول ستونزی پا دی جرگه که حل شی دریم قدم که دا پانتون و دا مکتب دروازی خلاص آول بخواین دا دیره مهمه مسئله دا چه دا نه دا نریوالو کار ده نه دا خارجانو کار ده نه دا گاوندیانو کار ده از ما خپل حق ده از ما دا ملت حق ده از ما دا ولس حق ده او په سلورم قدم کې په حکومت او په نظام کې د تعلیم یافته کادر ځای په ځای کول تخصصګران سیستم جوړونکي داخلي پالیسي بهرنۍ پالیسي ستراتیژي فلان گزاري په ټولو باندې باید سنبال کسان وګوري دا کارونه که امارت اسلامي وکړي انشاءالله زه امید لرم لکه څلور لسیزې چې ایران کې اخونانو حکومت وکړو او تر ننه پورې وکوي دا امارت اسلامی پسند که با طول اولس ولادی او اولس به پسند که ولادی دا دیو حکمت با دوام دارا پاد سلامت شوید افغانستان دو پرمختگ گرزنگ مشر امید صفای سیاسی کارپو زکرالله هاشمی او نظامی کارپو محمد رادمنش سپدیخ پراونکیم را سرگردون وکر تا سلیدون کنم منه نسیملتیام وکر تر بیا خیچاره